بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، به چینل یوتیوب استان تاک افغانستان خوش آمدید. به امید صحتمندی و سلامتی هر یک شما، موضوع امروزی درباره حقوق زن می باشد که متاسفانه اکثر مردم از آن آگاهی کامل ندارند. افتخار می کنم که میزبان شما هستم. حضار گرامی و برادرها و خواهرای عزیزم، به همه شما به شیوه اسلامی خوش آمدید میگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. می پیس مرسی. آشتی بخشش و رحمت الله سبحانه تعالی بر همه شما باد. موضوع مورد بحث این همایش، حقوق زنان در اسلام حفظ شده است یا پایمال گردیده؟ حقوق زنان در فرهنگ لغات آکسفورد عبارت است از حقوقی که جایگاه زن در اجتماع در برابر با مرد چی از لحاظ قانونی و چی از لحاظ اجتماعی ارتقا دهد. مانای حقوق زنان به اساس فرهنگ لغات آکسفورد حقوقی است که هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ قانونی سبب برابری زن و مرد می شود. ما چندان اهمیت نمیتم به جنا و ریشه این نظرها و دستبندی کردن آنها که توسط دانشمندان و افراد صاحب نظر نشر میشه. ای که چگونه زنان در زندگی باید به این هدف برسه، ما میخواهیم که نتیجه گیری خود را به اساس تجربه های ثابت شده حقیقی بنیاد کنم. به خاطر که تجربیات و حقایق اثبات شده کوتاه‌ترین راست برای تشخیص بین گنج واقعیت و یک نظر پوچ. باید در انتخاب‌های خود دقت کنیم و بازنگری کنیم، چرا که بسیاری اوقات امکان دارد ذهن ما دچار سردرگمی و یا اشتباه شود. در گذشته وقتی بود که حتی اندیشمندترین و عاقلترین ذهن‌های او دوران به این باور بودند که زمین صاف و هموار است، نه کروی. اگر ما موافقت کنیم به چیزی که رسانه‌های غربی درباره حقوق زن در اسلام نمایش می‌دهد، چاره نداریم جز اینکه قبول کنیم که حقوق زن در اسلام پایمال شده است. گپ‌های غربی‌ها درباره آزادی زنان چیزی نیست جز شیوه غیر انسانی از به نمایش گذاشتن بدن زنان گرفته و اهانت به شخصیت و کمالات آنها تا تخریب روحی زنان. جامعه غرب که خودشان ادعا میکنند که حقوق زنان بالا بردن، در واقع جایگاه زن به پست‌ترین نقطه رساندند. زنان جذاب و خانم‌های اجتماعی به شکل به کار گرفته میشن مانند ابزار دستدمی و کالای جنسی و راه برای رسیدن به لذت که در پشت نقاب برنامه‌های فرهنگی و هنری مخفی شده است. اسلام 1400 سال قبل حقوق زن برشان داده. در عصر جاهلیت نامی است که بر ایام جاهلیت و نادانی گذاشته شده. اگر به تاریخ مراجعه کرده و بررسی کنیم، وقتی که تاریخ تمدن بابلی ها را می خوانیم، در او زمان اگر مرد مرتکب قتل می شه، به جای او زنش مجازات می کنند. در مطالعه تاریخ تمدن یونانیان، فرد ماوراءالطبیعه به نام پاندورا را خواهیم دید که یک زن بودا و عنصر اهریمنی و عامل بدشانسی در جامعه آن زمان بود. در تمدن یونان زن فقط برای رابطه جنسی و لذت به کار برده می شد. هنگامی که تاریخ تمدن روم را می خوانیم، متوجه می شیم در دوران حوج پیشرفت تمدن روم به مردها اجازه داده می شه که زنها را به قتل برسانند. از زنان فقط برای رابطه جنسی و لذت استفاده می شد و این نزد آنها امر معمولی و عادی بود. هنگامی که تمدن مصر را مطالعه کنیم، می بینیم که نزد آنها زن نماد شیطان بوده و هنگامی که تاریخ تمدن عرب را پیش از نزول قرآن می خوانیم، خواهیم دید که اکثر اوقات دختران تازه متولد شده را زنده به گور می کردند. الحمدلله پس از نزول قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مبعوث شدن ایشان به عنوان آخرین فرستاده الله سبحانه تعالی، حقوق زنان به طور کامل به آنها تعلق گرفت و این امان ارتقای مقام زن است. تصور کنید حتی در دوران جهل، مردم عصر جاهلیت که لقب گرفتن اعراب جاهلترین افراد آن زمان بودند و بعد از نزول قرآن
حقوق زن به طور کامل با آنها تعلق گرفت. پیش از این که درباره حقوق زنان در اسلام بحث کنیم، میخوایم به چند نکته اشاره کنم. امروزه مسلمانان تقریبا 20 الی 25 درصد جمعیت جهان به خود اختصاص دادند. به عباره دیگر، یک چهارم یا یک پنجم اسه جهان مسلمان هستند. بعضی از جوامع مسلمان ها به دین اسلام نزدیک هستند و بعضی از جامعه مسلمان ها با دین اسلام فاصله دارند. اگر هر کدام ما بخواهد در مورد حقوق زن در اسلام قضاوت کنه، نباید به اساس رفتار مسلمان ها که در جامعه اسلامی دارند قضاوت کنه. حقوق زن در اسلام باید به اساس منابع شریعت اسلام قضاوت شود. که این منابع عبارت است از قرآن مقدس که آخرین پیام خداوند متعال برای ما است و حدیث های صحیح آخرین فرستاده از جانب خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. پس حقوق زنان در اسلام باید به اساس قرآن و حدیث های صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قضاوت و بررسی شود. قرآن بدون تعریف است و تضاد میان آیات وجود ندارد. همچنین احادیث صحیح هم همین گونه هستند. قرآن و حدیث صحیح مکملند و هیچ تضاد با هم ندارند. اکنون بررسی میکنیم که چرا عالمای مسلمان در برخی از جاها دیدگاه متفاوت نسبت به حقوق زنا دارند. دلیل اصلی ای است که این عالما بخش خاصی از قرآن کریم مد نظر قرار داده و از سایر بخش‌های دیگر چشم پوشی کردند. باید به صورت یک پارچه قرآن را خواند و اگر قرآن به صورت یک پارچه و کامل بخوانیم، بیشتر تفاوت‌ها حل می‌شود. این وظیفه هر فرد مسلمان است، چی زن باشد چی مرد، تا خوشنودی الله سبحانه تعالی شامل حالشان شود. یعنی فرد نباید بر این که مشهور شود و یا وجدان درونی خود را راضی کنه تلاش کنه، بلکه به این معنی است که هر فرد مسلمان چی زن باشد چی مرد فقط برای کسب رضایت الله سبحانه تعالی تلاش کنه. مرد و زن در اسلام برابر هستند، اما برابری به معنای همسان بودن نیست. زن و مرد برابرند، اما هم مانند یک دیگر نیستند. ای هم برمیگرده به ساختار بیولوژیکی آنها. زن و مرد متفاوت است. با توجه به ساختار بیولوژیکی زن و مرد و ساختار فیزیولوژیکی، خصوصیات روانشناسی و ساختار جسمانی زن و مرد، الله سبحانه تعالی به زن و مرد چندین وظیفه متفاوت داده است. خیلی از مواقع زنان و مردان وظایف مشابه دارند و بعضی اوقات این کارایی ها متفاوت می شوند. با وجود به پیش زمینه تفاوت های بیولوژیکی، فیزیولوژیکی، روحی و روانی و جسمانی، او ما را خلق کرده است و خودش می دانه چی چیز برای ما بهترین است. سخنانم در مورد حقوق زنان در اسلام را به 6 موضوع تقسیم می کنم. حقوق روحی و معنوی زنان در اسلام، حقوق اقتصادی زنان در اسلام، حقوق اجتماعی زنان در اسلام، حقوق تحصیلات زنان در اسلام، حقوق قانونی زنان در اسلام و حقوق سیاسی زنان در اسلام. به این ترتیب سخنانم را به 6 بخش تقسیم میکنم. اولین موضوعی که به او میپردازیم حقوق روحی و معنوی زنان در اسلام است. در این مورد تصورات بسیار اشتباهی رایج شده، مخصوصا در جوامع غربی. او هم ای که در اسلام بهشت فقط بر مردا است، فقط به جنس مذکر است. این تصور اشتباه را میتونیم که به آسانی با درک تنها یک آیه از قرآن تصحیح کنیم. از سوره نساء، سوره 4 آیه 124 که در آن الله سبحانه تعالی میفرماید: ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. اگر فردی از شما کار نیکوی انجام دهد، چی مرد باشد چی زن، در حالی که با ایمان باشد، قطعا وارد جنت می شود، پس به بهشت وارد می شوند و حتی کوچکترین ظلم با آنها نمی شود. و پیام مشابه دیگر دوباره تکرار می شود در سوره نحل، سوره 16 آیه 97. الله جل جلاله می فرماید: اگر هر کدام از شما کار نیکوی انجام دهد، چی مرد باشد چی زن، در حالی که با ایمان است،
ما به سبب آنچه که انجام داده است به او پاداش نیکو خواهیم داد و به او زندگی پاک و خوب عطا خواهیم کرد. ای آیه روشن و واضح میکنه که داخل شدن به بهشت بستگی به ایمان فرد و کارهای نیکویش داره. ایمان و اعمال صالح. الله جل جلاله در سوره نساء سوره 4 آیت اول میفرماید: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. ای مردم، تقوای پروردگارتان را داشته باشید، کسی که شما را تنها از یک شخص آفرید و سپس برایش از آن زوج آفرید. یعنی چیزی که مرد از آن آفریده شده است همان ماهیت روحی و روانی است که زنان از آن ساخته شده. Created of the same spiritual nature as that of the man.